درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو همونطوری که دیشب توی لایو یوتیوب بهتون اعلام کردم میخوام در مورد اقدامات جدید آلمان در از 2 نوامبر برای جلوگیری از کرونا تو این ویدیو توضیح بدم که چه چیزایی گفتن، چه ماسنامه‌های جدیدی اومده. میگه دیز دغس تیشن ماست نامن گلتن ابس وایت نوامبر. این اقدامات شدید از 2 نوامبر اعمال میشه، انجام میشه. من به خاطر اینکه خیلیاتون میگید که نوشته ها رو نمیتونیم ببینیم، با موبایل نگاه میکنیم، لپتاپ و آیپد و کامپیوتر و اینجور چیزا نداریم، شما میتونید بزنید توی میتونید از گوشی بزنید توی تلویزیون هم نگاه کنید. حالا اگر دیگه تنبلی میکنید اون دیگه فرق میکنه دیگه، ولی من حالا با اینکه گفتید ما نمیتونیم نوشته ها رو بخونیم، براتون اینجا توی ورد اومدم بزرگش کردم، با فونتش هم 36 کردم، چون دیگه بیشتر از 36 48-72 خیلی بزرگ میشه و سخت میشه دیگه. با این حال براتون این کار رو کردم، میخونم. خب این قسمت بچه ها، این قسمت تا اینجا چیز خاصی نیستش. این خبرم میبینید، همینطور که میبینید دیشب بیرون دادن ساعت 7:15. من این خبر رو توی سایت شترنده دیدم، سایت ستاره، ولی خبر تو اکثر سایت هست و میتونید برید ببینید اگر میخوای خودتون به آلمانیش رو بخونید. اینجا تا اینجا گفته که مثلا خانم مرکل صدر اعظم آلمان ویدیو کنفرانس گذاشته در مورد این ماسنامه ای که تصمیم گیری کردن و چقدر ریسکانت میتونه باشه و اینجور چیزا صحبت کرده. برای ما از اینجا مهمه که ما بیایم اینا رو صحبت کنیم در موردش که چه چیزایی گفته و ما چه اقداماتی باید صورت بگیره. خب بریم برسیم به این. میگه شولن اون کیندرگارتن زولن گئوفنت بلایبن. این یکی از اشتباهاتی هستش که اینا دارن انجام میدن و امیدوارم که زود به این اشتباه پی ببرن. میگن مدارس و مهد کودک ها باید باز باقی بمونن، یعنی باید بچه ها به مهد کودک و مدرسه برن. گاسترونومی بتریبه زولن ابنفالز فوم 2 نوامبر ان فور دن رستلیشن مونات شلیسن. رستلیشن مونات یعنی بقیه ما، رست یعنی بقیه، باقی مانده. شما میرید یه جا خرید میکنید یا میخواید مثلا به یه جا ترینگلت بدید، بعضی وقت میتونید به طرف مثلا بگی رست بلایبت، بقیهش بمونه. خب حالا میگه که مکانهای پذیرایی یا همون رستوران ها باید از 2 نوامبر تا بقیه ما تعطیل کنن، ببندن. Davon ausgenommen sein sollen die Lieferung und das Abholen von Speisen für den Verzehr zu Hause. میگه ولی منظورش اینه که رستوران ها اجازه دارن لیفرونگ انجام بدن، یعنی غذا رو به بیرون بدن با ماشین، حالا با موتور و هرچی میتونن ببرن، دیلیوری کنن، لیفر کنن، یا اینکه غذاها رو سفارش غذا بگیرن و غذا رو جلوی در مثلا به طرف بدن یا جلوی کاسه به طرف بدن و طرف با خودش ببره. فقط اجازه ندارن مشتری رو داخل رستوران بیارن و اونجا غذا رو مثلا مشتری بره بشینه و مثل همیشه توی رستوران غذاشو بخوره. چنین کاری نمیشه کردش. خب اینجا میگه کانتینن زولن اوفن بلایبن دورفن. میگه کانتینن بچه ها به سالونای غذاخوری میگن، به سالونای غذاخوری مثلا ادارجات ها، سربازخونه ها، اینجور جا ها میگن کانتینن. خب میگه سالونای غذاخوری اجازه دارن باز باقی بمونن. خب در ادامه میگه
Unterhaltungsveranstaltungen und Freizeiteinrichtungen sollen bundesweit untersagt bzw. geschlossen werden. میگه مکان‌های تفریح و سرگرمی و اینجور جاها باید در تمام در سراسر کشور ممنوع یا بسته شوند. Auch Kinos, Theater sowie Opern und Konzerthäuser sollen bis Ende November schließen. خب منظورش چیه؟ میگه سینماها، تئاترها و اپراها و خانه های کنسرت باید تا آخر ماه نوامبر بسته بشن، تعطیل بشن. خب در ادامه میگه دی رگلونگ بتریفت اوخ دن فرایزایت اوند آماتور شپورت بتریب ایندیویدوال شپورت زول اوسگنومن وردن. خب منظورش از این چیه؟ از نظر من یه چیز خوبیه، اونم اینه که میگه که مکانهای ورزشی تفریحی سرگرمی اونا باید بسته بشن. حالا اونا کجا هستن؟ مثل بیلیارد، مثل بولینگ، مثل کازینوها، مثل اشپیلالها، اونایی که میرن پولاشون اونجا میدن و همشون میبازن، اینجور جا میگه باید بسته بشن. Individual Sport soll ausgenommen werden. ولی ورزش های انفرادی از این آیین نامه مستثنا هستن. اونا مشکلی ندارن، میتونن تو کار خودشون رو انجام بدن. خب Cosmetics Studios und Massagen Praxen sollen ebenfalls zumachen. سالن های زیبایی و مطب‌های ماساژ یا مغازه‌های ماساژ اونا هم باید ببندن. کسمتیک جایی که مثلا رو سر و صورت و ناخون و نمیدونم پا و اینجور چیزا فلگه میکنن، زیبا میکنن، کار انجام میدن، اونجور جاها باید بسته بشن. جایی هم که مطب‌هایی یا مغازه‌هایی که ماساژ میدن اونا هم باید بسته بشن. خب تا اینجا اومدیم. قبل از این که من بقیه رو ادامه بدم یه چیزایی رو بگم بدونید. آرایشگاه بسته نمیشن. اینجا کسمتیک رو خوندید ولی آرایشگاه باز باقی میمونن، چون من یه جای دیگه خوندم بازم اونا دیگه چون زیاد بود همه رو با هم دیگه نیاوردم براتون اینجا اذیتتون کنم. آرایشگاه باز میمونن. رستوران ها میبندن، فقط لیفقون میکنن و یا غذا اجازه دارن جلوی در تحویل به طرف بدن. دونر کبابی ها باز میمونن، ساندویچی ها باز باقی میمونن، این بیس ها باز باقی میمونن، هیچ مشکلی نیستش. خب دگگن زولن شولن اون کیندرگارتن اوخ ایم نوومبر فلسلیش گئفنت بلایبن. منظورش چیه؟ منظورش اینه که در مقابل مدارس و مهد کودک ها باید در ماه نوامبر باز باقی بمونن. گلایشس گیلت فور دن گروس اون انسل هندل. میگه که این مثلا این آیین‌نامه برای عمده فروشان و خرده فروشان هم اعمال میشه، یعنی اونا هم میتونن باز بذارن مغازه های خودشون ها. اونا مجبور نیستن ببندن، مغازه ها میتونن باز باقی ببونن. الادینگز اما الادینگز همون آبا هم میشه. الادینگز موس زیشا گشتلت بردن. اما باید این اطمینان داده بشه دست زیش این دن گشفت نیش میه از این کنده پروسن کوادرات میتا آف هلت. خب منظورش چیه؟ میگه اما باید این اطمینان داده بشه، آدم باید خاطر جمع بشه که توی هر مغازه‌ای، توی مغازه ها بیشتر از یه دونه مشتری اونم تو فاصله 10 متری نباشه. یعنی طرف مثلا
میاد داخل، مشتری اول، مشتری دوم دیگه باید بیرون در منتظر بمونه تا اون بیاد و بره و کارش تموم بشه، نفر بعدی بره. خب یه چیزایی دیگه هم من توضیح بدم براتون که توی این خبر نبود ولی میتونم بهتون بگم. مهمونی ها میتونه تا 10 نفر، اونم 2 خانوار صورت بگیره. شما میتونید مثلا یه دونه مهمونی 10 نفره بگیرید و بیشتر از 10 نفر اگر خبر بدن و پلیس بیاد یا اردنونز امت بیاد خونتون جریمه میشید. بعد دیگه حتی تو پارک هم جمع بشن، دیدید که مثلا بعضی اوقات طرف میان دور هم دیگه میشینن آبجو میخورن حرف میزنن اینا، اونم بازم بیشتر از 10 نفر نمیشه. بس باید خیلی حواستون رو جمع کنید. من دیروزم یه خبر دیگه هم خوندم در مورد ملاقات بیماران در بیمارستان ها که نوشته بود تو ماه نوامبر ممنوعه، مخصوصا به خانه سالمندان رفتن، ولی تو این خبر من ندیدم چنین چیزی رو بنویسه، ولی مطمئنم که چنین چیزی هستش و به خاطر اینکه جلوگیری کنن نمیذارن طرف بره توی بیمارستان یا توی خانه سالمندان ملاقات. و یک چیز دیگه هم اینه که تو اکثر شهرهای آلمان و تو اکثر خیابونهای شلوغ شهرهای آلمان این قانون رو گذاشتن که باید مثلا در فلان خیابون اگر میخوای رد شی یا تو فلان شهر هستید باید حتما شما ماسک بزنید و تو خیابون رد بشید. این رو میتونید دیگه خودتون توی قوانین شهرتون حالا برید توی گوگل بزنید پیدا کنید، چون من اگر بخوام تک تک بگم کدوم خیابون کدوم شهر یکی 2 روز ویدیوم طول میکشه. خب در ادامه میگه بورگر زولن او پریوات غیزن تاگز اوز فلوگ اون فرواندتن بزوخ فرسیشتن auch im Inland. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. میگه شهروندان باید از سفرهای خصوصی تاگز آسفلوگه مثلا گردش های روزانه یا سفرهای یک روزه و ملاقات های فامیلی یا اقوام خودداری کنن. فرسیشتن یعنی جلوگیری کردن، خودداری کردن. اوخ ایم اینلند همچنین در آلمان، یعنی حتی سفراشون توی آلمان باشه، ملاقاتاشون توی آلمان باشه نه کشورهای دیگه. هوتلز اون پنزیونن دورفن کینه توریستن میر آفنیمن. هتل ها و پانسیون ها اجازه ندارن که دیگه توریست پذیرش بگیرن، پذیرش کنن، مجاز به پذیرش توریست نیستن، یعنی اجازه ندارن که بهشون اتاق بدن. خب در ادامه این مهمه بچه ها، اینا حتما گوش بدید. میگه überall wo das möglich ist soll wieder von zu Hause gearbeitet werden. میگه در همه جا اگر این امکان وجود داشته باشه با مردم باید از دوباره از خونه کار کنن، یعنی هوم آفیس کنن اگر این امکان رو داره، کاراشون رو تو خونه انجام بدن، کارهای حالا مال جایی که کار میکنن مثلا شرکت کامپیوتری یا هرچی هستش هوم آفیس کار کنن. خب بعد در ادامه میگه بتریبه selbstständige und Vereine die von den neuen Corona Regeln besonders betroffen sind bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt. خب منظورش چیه؟ میگه شرکت ها، مشاغل آزاد،
و انجمنهایی که به ویژه تحت تأثیر قوانین کرونایی جدید قرار گرفتن، بخش عمده ای از فروش از دست رفته خودشون رو دریافت میکنن. یعنی اونایی که حالا مثلا خودکفا هستن، یه کاری دارن انجام میدن، مثلا مغازه‌ای زدن، چیزی زدن، مثل دفعه قبلی مثلا دولت میگه خب شما چقدر مثلا در ما انکومنت بود، طرف میگه مثلا من 3000 تا انکومنم بود، میگه خب باشه ما 2700 تاش رو بهت میدیم با اینکه نرفتی سر کار. حالا بستگی داره بعدش تصمیم بگیرن که آیا این دو پولی که بهتون دادن رو باید کم کم بهشون پس بدید یا نیازی نیست. این دیگه حالا فعلا خبری ازش نیست و چیزی نگفتن. خب در ادامه میگه که بای فیرمن میت ماکسیمال 50 میت آربایتر گلایش در بوند 75% آس. میگه که شرکتایی برای شرکتایی که حد اکثر 50 تا کارمند دارن، دولت فدرال، دولت آلمان 75% از خسارت اونا رو جبران میکنه، 75% از خسارت اونا رو بهشون میده که دمشون هم گرم. بای گروسرن ویر نخ EU به هیلف قشت انشیدن. میگه برای شرکت های بزرگتر، برای شرکت هایی که بیشتر از 75 تا، معذرت میخوام، بیشتر از 50 تا کارمند دارن، طبق قانون کمک های دولتی اتحادیه اروپا تصمیم گیری میشه. اینم تا اینجا. خب میدونم زیاد بود، ولی با این که زیاد بود حداقل خیلی با هم دیگه کلمات جدید یاد گرفتیم توی این ویدیو و قانونا رو بالاخره متوجه شدیم، ماسنامه‌هایی که قرار، اقداماتی که قرار انجام بشه رو یاد گرفتیم با هم دیگه که چه چیزایی هستن، و امیدوارم همه رعایت کنن و به زودی این بیماری از بین بره. مواظب خودتون باشید، دوستتون دارم، تا بعد خدا نگهدار.